حتما شما هم برای اینکه ارکیده هاتون رو سرحال و زیبا داشته باشید خیلی علاقه مندید که روشون یه کارهایی رو انجام بدید. تعدادی از ارکیده ها وقتی که سنشون میگذره برگ های سنگین پیدا میکنه، برگ ها زیادی رشد کرده، برگ ها پیر شده، اینا دیر به دیر گل میده. بهترین کاره که ما اینا رو بیاییم همه رو ازشون یک مجموعه زیبایی بسازیم. من یک چنین سبدی رو در نظر گرفتم برای یک چنین کاری که هر تعداد از این ارکیده ها توش بشه جا بشه بسیار عالی و جالب میشه. چون شبکه داره دور تا دورش بهتر که کف این سبد رو با یه پلاستیکی ما بپوشونیم. پوشوندن کف این سبد با پلاستیک بسیار کمک میکنه که مواد اون بارک یا پوست درخت یا مواد معدنی که در این سبد هستش نریزه پایین. یک چنین پلاستیکی رو کف این سبد پهن میکنیم تا یه حدی هم سعی میکنیم بیاد به طرف دیواره ها که عرض میکنم جلوگیری بکنه از ریختن مواد داخل گلدون یا داخل سبد به بیرون. خب این پلاستیکی رو انتخاب کردیم، حالا از تور باید استفاده بکنیم. در یک چنین مواقعی از یک تور بسیار نرم و لطیف سعی میکنیم استفاده بکنیم که بتونه جلوگیری بکنه باز از ریزش اون مواد موجود در گلدون و از اینکه تور میکشیم به خاطر اینکه ریشه های ارکیده نیاز شدید به هوا دارن. ارکیده ریشش باید هوا ببینه، اگر هوا نبینه بسیار فشرده و حالت خفگی بهش پیدا میکنه. پس از تور حالا میتونین آبی، سفید، رنگی، به غیر از سیاه هر تور هر رنگی رو که دوست دارید میتونید از این استفاده بکنید برای این کارمون. به این حالت این تور رو پهن میکنیم، سعی میکنیم لبه های تورمون هم بیاریم بالا، هم زیبایی داشته باشه، همین که اون شرایط نگهداری اون پوکه معدنی یا بارک، پوسته درخت یا حالا هر موادی که شماها دوست دارید خودتون توی سبدتون بریزید دیگه به سلیقه شما ربط داره. ولی بهترین چیزی که ما میتونیم استفاده بکنیم برای این کار بارکه، همون پوسته درخته. خب این رو به این حالت که این تور رو داخل این کامل به دیوارها وقتی که پهن کردیم، برای اینکه این تور در دراز مدت هم از ریخت و قیافه نیفته و آویزون نشه و نریزه این بر اون بر، از سیم مفتول نرم استفاده میکنیم برای این کار که اینو نگهداری بکنه، محافظت بکنه، فوری ولش نکنه بیفته پایین. این رو به این حالت یه سیم مفتول نرم انتخاب میکنیم و از توی این شبکه به این حالت رد میکنیم. حالت دوخت با این سیم از توی شبکه خیلی راحت و عادی رد میشه. ببینید به این حالت چون این توره و خود سبدم که بازه هیچ مشکلی ما نداریم. بعد این سر سیم رو اینجا میبندیم، مفتول رو اینجا میبندیم، بعد با فاصله نه اینکه بخوایم خیلی به هم چسبیده این کارو بکنیم، او بارک که بریزیم اینو کاور میکنه، اصلا دیده نمیشه. بعد دسته خود سبدم چون حالت پیچیدگی داره اجازه نمیده که به ذوق بزنه، ولی وقتی از بیرونش بخوام استفاده بکنیم یادمون باشه که از بخش کمش بیرون بیاد که تو چشم بد نیاد. اینا رو به این حالت رد میکنیم، محکم هم نمیکشیم که سبدونو بشکنه، به حالت کاملا ببینید فقط هر
15 20 سانت یا مثلا هر 6 7 اینچ یک دونه از این سیم رو رد میکنیم به این حالت، میاریم داخل و وصل میکنیم. ببین این الان این قسمت کاملا بسته شد. بیاییم قسمت بعدی رو باز دوباره باز همون حالت از یک سیم مفتول خوب نرم که راحت بشه ازش عبورش داد، نیاییم فشردش بکنیم. اینا رو به این حالت دوباره از همینجا شروع میکنیم که تموم کرده بودیم اون قسمت رو، اینجا رو باز خم میکنیم سر مفتول میزن میام جلو. زیاد به هم چسبیده نیاز نیست انجام بدیم، همین به حالت کاملا باز بهتره. ببینید سه جا چهار جا اگر این بکنه کاور بکنه این کار خیلی هم عادی و آسونه. ببینید اینم اینجا فقط همین در همین حد که، ولی بیرون میگم زیاد فاصله نمیدیم که تو ذوق نزنه، بیرون تا میتونیم از نزدیکترین شبکه استفاده میکنیم. به این شکل فقط باید احتیاط کنید که سبد رو باش کشتی نگیرید که بشکنیدش. ببینید دوباره میاییم اینجا به این حالت، یکی دیگه اینجا رد میکنیم. چون این سیم مفتول نرمه، حالت انحطاط پذیرش بالاست، به راحتی عبور میکنه و به راحتی این رو استتار میکنه. یکی دیگه هم انجام میدم که دیگه کاملا خیالمون راحت بشه که این مشکلی برای نگهداریش نداشته باشه. مجددا این رو از همجا که تموم شده بود از همجا دوباره شروع میکنیم. میگم نباید بینش رو زیاد فاصله بندازیم که طول بعد اینکه پرش میکنیم یه وقت بریزه بیرون. یکی دیگه از همینجا دوباره این شکلی. خب با فاصله دور اینجا رو انجام نمیدیم، فاصله های اینجا رو نزدیک میکنیم که بعد فرم دیده نشه. یکی دیگه و آخریش اینجا به همین شکل این رو انجام میدیم. و نهایتا اگر دوست داشته باشی که تور از پهلوهای این سبدمون آویزون بشه میتونیم آویزش بکنیم، اگه دوست نداشتیم میتونیم لبه های تور رو با لبه سبد هرس بکنیم، ببریم یکیش بکنیم که زیبایی خودش حفظ بکنه، تور بی خودی بیرون نیاد اگر دوست نداری. اگر دوست داریم میتونیم تور رو به شکلی که به اندازه دلخواه خودتون بیاریدش بیرون، بهش نما بدید، پاپیونی، حالا هر شکلی که دلتون بخواد. به این سبد الان دیگه کامل آماده شد برای این کار. خب کف این عمقش بالاست. وقتی این کار رو میکنیم اولا که به نفع این گلدونای ماست. چرا به نفع این گلدونای ماست الان عرض میکنم خدمت. ببینید اینا رو دیگه الان خالیشون میکنیم، همشون رو به تدریج به ترتیب یکی یکی اینا رو خالی میکنیم. ولی نگاه بکنیم وقتی که داریم این کار رو میکنیم حتما 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 میگم اینا چون پیر شده دیگه خیلی از سنشون گذشته، اینا رو بهترین کارم اینه که چی؟ اگر نگاه میکنیم که ریشه ها به حالت قهوه‌ای شده، اون ریشه هایی که به حالت قهوه‌ای شده رو اگه به دست به راحتی جدا میشه به دست به راحتی جدا میکنیم. اگر دیدیم حالت فنری داره نمیشه حتما با همون قیچی ببریدش. ببینید این ریشه ها که به این شکل هستش اینا رو جدا کنید، بذارید ازش دور بشه. این یکی. این بعدی اینا رو دونه دونه خالی میکنیم تو این گلدون. اول این الان ببین اگه دقت کرده باشین از این شبکه های بغلش زده بیرون، اینو به آرامی طوری که ریشه ها نشکنه میاریم بیرون. چند جایی اومده برای خودش دیگه حسابی اینو احاطه کرده. خب
اینا رو کاملا به این حالت به این الان ریشه هاش سالمه، ولی با گذشت زمان به این به گلدون چسبیده. اینا رو دیگه باید یه کاری بکنیم که میگم این ریشه ها این چسبندگی رو به این ببره. خب وقتی هم که داریم این کار میکنیم چک بکنیم ببینیم یه وقت کرمی آفتی چیزی اگه توش هستش الان معلوم میشه. پس ببینید این شاخه هایی که قهوه‌ای بوده اولا که به این حالت لختش بکنید کاملا نذارید بمونه، هیچ چیزی ازش بزن کاملا سبا بشه از ریشه. اینا رو نگاه میکنیم هر جا که ریشه ها حالت قهوه‌ای بود عرض میکنم اگه با دست شد کندیم بندازش خودش، نگران نباشید خود این میشه برای اینا کود، هیچ ضرری نداره هیچ خطر نداره. ببین این که به این حالت داشته قهوه‌ای میشده این الان ما دیگه از همین جا به این حالت جداش میکنیم. خب اینم میذاریم کنار. بعدیش باید یه کاری بکنیم که عمق خاکمون زیاد نباشه، نره پایین که این گلدونا بیفته اون پایین دیگه حرکت نتونه بکنه. ببینید اینا الان تمامشون ریشه هاشون دیگه خیلی قدیمیه، خیلی مدت که این گلدونا موندن دیگه حالت خودشون رو از دست دارن میدن، ولی با این کار ما میتونیم دوباره به اینا حیات بدیم. ریشه ها رو میکشیم میکنیم و همه اینا رو نگاه میکنیم. بعضی ها رو هم دارن اسفنج تای ریشه ها میکنن، اگر اون اسفنج ها رو دیدید همین موقع اون اسفنج ها رو بکنید از تای ریشه، اون اسفنج ها قاتل ارکیدتون میشه. به این حالت اینا رو قشنگ با خورسل مرتبش بکنین، هیچ نگران نباشید ریشه های قهوه‌ای رو همه رو ازش جدا کنید، ولی نگیریم بکنید به زور. اگر دیدین سخته حتما با قیچی ببریدش، اگر آروم جدا نشد باید ببریدش. مثل این ببینید این الان باید بریده بشه دیگه، اینو الان میبریمش اینم میبریمش. با این کار ما ارکیدمون رو جوونش میکنیم، هم محیطش عوض میکنیم، تعداد زیاد رو کنار هم قرار میدیم، هم از این حالت چی میگن از هم پاشیده و بی ثمر نجاتش میدیم، همین که اینا به شکل گروهی در یک سبد با همدیگه رشد عالی خواهند داشت. ببینید اینا که این ریشه ها رو همه رو جدا میکنیم، کل ریشه ها رو باید جدا کنیم. ریشه های ارکیده دوست دارن هوا بخورن، اکسیژن رو رطوبت رو دوست دارن ریشه ها از هوا بگیرن. خب اینایی که ساقه نداره پایه هاشون ازشون جدا میکنین. خب ببینید این الان یک شرایط مسطح داره به وجود میاره برای خودش. بعد چون مقدار بارک یا پوسته درختمون زیاد هستش رطوبت اینم دیگه در دراز مدت میمونه، اینطور نیستش که دیگه هی دم به دقیقه بخوام آب بدیم. حالا شاید هم سوال بکنید حالا اینو چجوری باید آب بدیم؟ خیلی خیلی ساده است. این ساقه ها که سوخته ریشه که سوخته خراب شده رو جدا میکنیم باز دوباره. اینا الان کاملا دیگه یه شرایط مناسب داره برای خودش به وجود میاره. خیلی خوب وقتی هم میخوایم آب بدیم خیلی ساده است، یا یه تشت به عمق همین میذاریم زیرش، اینو میذاریم روی تشت آب میگیریم پر بشه بیاد تا لب به لب، یک رو 20 دقیقه میمونه بعد برش میداریم، یا اینکه اصلا میبریم یه بیرون یه آب میگیریم به مدت 10 دقیقه یک رو تو آب بمونه، بعد میاییم دوباره میذاریمش جایی که دلمون بخواد. ببینید اینا الان حتما حتما باید ریشه ها کاملا از این الان ببینید تای این اسفنج بوده، ببینید ایناش این اسفنج بوده، این اسفنج رو هم نندازین دور بنداز تو همین بزنین رطوبت رو نگه داره، ولی تای نذارین بچسبه. ببینید این الان خیلی از این ساقا ریشه ها اصلا به این بارکه چسبیده، پس تمام ریشه هایی که از در ما خراب شده رو جدا میکنیم، سالما رو نگهداری میکنیم. خیلی خوب این الان میذاریم از همجا شروع میکنیم به این حالت. اینجا حتما یه بارک اضافه داشته باشیم که موقعی که داریم انجام میدیم خالی نمونه ریشه ها. ببینید اینا رو قشنگ به این حالت از پهلوها میگه شروع میکنه به پر کردن. اینا رو وقتی که بغل هم بچینیم
خیلی هم زیبا، خیلی هم عالی با هم دیگه، همه با هم یک گروه چند رنگی ارکیده تشکیل میدن. سعی کنید از کنار دیواره ها شروع بکنیم، اینا رو تعداد بارک هایی که میریزیم بغلاش باید طوری باشه که اینا نخوابن، این برابر طوری باشه که اینا رو ساپورت بکنه. خب این یکی دیگر رو دوباره میاریمش. ببینید اینا تمامشون الان دیگه آماده کاشت در سبد بعدی بوده، یعنی اینا باید جوون سازی بشه. با این کارمون ما اینا رو مجددن جوونشون میکنیم، هم فضاشون عوض شد، هم محیطشون عوض میشه، هم رطوبت بیشتری این باید بهشون میرسه چون مقدار بارک زیاده. ببینید میام سراغ این یکی به این حالت، این هم میذاریم بغل دست این. باز دوباره با پوسته درخت بغل اینم پر میکنیم. اینا وقتی که ساقه ها شروع بکنه به در اومدن و رشد کردن، زیباییشون اون موقع تازه 100 برابر میشه به نسبت الانشون. الان فعلا اینا تو حالت استراحت به سر میبرن. ریشه ها هم به شکل عمیق فرو نکنید توی خاک، به شکل کاملا مقداری از ریشه ها رو بذارید بیرون بمونه. وقتی ریشه ها رو یه مقدار بذاریم بیرون بمونه، اینجوری ریشه ها میگم هوا رو، باید اکسیژن و رطوبت رو از طریق ریشه ارکیده میگیره، مثل بقیه گیاه های دیگه نیستش که ریشه ها حتما درون خاک دفن بشه. مقداری از ریشه های ارکیده رو همیشه بذارید بیرون باقی بمونه. اینجوری اینا بهشون نشه. این یکی ساقه داره، این ازش جدا نمی کنیم. پایه رو با ساقه با هم دیگه میذاریم اینجا، این پایه رو هم فرو میکنیم توی همین بارکا. خیلی خوب، اینا رو همه رو به این شکل یک گلدون بزرگ خوب پر از ارکیده اینجوری ما خواهیم داشت. این رو وقتی که به این شکل پر کردیم، عرض میکنم یه تشت، یک لگن با عمق همین سبدمون داشته باشیم، بذاریمش توی تشت سبد، آب رو بگیریم روش. آب هم یادتون باشه مستقیم از شیر آب رو نریزید روی اصلا همه گیاهاتون، نه تنها ارکیده. حتما همیشه چند ساعت جلوتر از شیر آب رو تخلیه بکنید، بذارید بمونه با هوای محیط یکی بشه، هوای محیط رو به خودش جذب بکنه، کلورش از بین بره، مواد شیمیایی که درونش هست به حالت گازه، چون تمام موادی که برای چی میگن ظاهر تمیز و شفاف آب داشتن و بیبونه بودنش، اما اقسام موادها رو بهش میزنن. ولی ما اگر مستقیم اینها رو به ریشه گیاهانمون بریزیم، گیاهانمون دوچار شوک میشن و از بین میرن. یادمون باشه که همیشه گلدون هامونو چند ساعت جلوتر آبشون رو آماده بکنیم. بعد از چند ساعت که گذشت، حتی اگر 24 ساعت همون آب رو نگه دارید دیگه بهتر، هم با دمای محیط یکی شده، هم عرض میکنم مواد گاز کلور یا هر نوع گازی که بهش تزریق شده به اون آب، اونا از بین میره و گیاه ما یک آسیب یا یه شوک شدید نمیبینه. ببینید به این حالت اینا رو من بذارم کنار. پس چند تا گلدون شد؟ 4, 5, 6 تا گلدون رو ما آوردیم در یک سبد جا دادیم و این یک سبد رو حالا چون عمقش زیاده، هر کدومش که ساقه در آورد یه دونه از این پایه‌ها رو فرو میکنیم به راحتی تو اینا و ساپورت خوبی میشه. ببینید سبک بدون دردسر این یک سبد پر از ارکیده زیبا خواهیم داشت. یعنی در تمام فصل سال به تعداد هر کدوم اینا که رشد بکنن، اون یکی که اگه قرار باشه پژمرده بشه، دیگری بهش گلو میرسونه. یک سبد پر از گل براتون در تمام طول زندگیتون آرزو میکنم. دوستتون دارم. خدا نگهدار.